سرخط خبرها، اقدام هماهنگ 3 کشور اروپایی به حمایت از فلسطینی ها. تشدید تلاش های محسن رضایی برای معرفی چهره انقلابی برای کاندیداتوری. و رایزنی دبیر شورای امنیت روسیه با دبیر شورای امنیت ایران. سلام، به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. اسپانیا، ایرلند و نروژ به رغم مخالفت اسرائیل روز سه‌شنبه 28 می 2024 میلادی به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary. این سه کشور امیدوارند تصمیم آنها به تلاش‌ها برای تضمین آتش‌بس در جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه سرعت بخشد و کشورهای دیگر نیز برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدام کنند. حدود 144 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسند، ولی اکثر اعضای اتحادیه اروپا جز این گروه پرشمار نیستند. اسرائیل که اقدام سه کشور اروپایی را به مسابقه پاداشی برای گروه حماس دانسته است، بلافاصله سفیران خود را از این سه کشور خارج کرد و نمایندگان آنها را در اسرائیل احضار کرد. با این وجود، بلژیک، مالت و اسلوونی نیز اعلام کردند که در حال بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. اما فرانسه هم گفته که تشکیل کشور فلسطین برای پاریس تابو نیست، اما اکنون زمان مناسبی نیست. آلمان هم تاکید کرده که هدف بلند مدتش برای حل منازعه اسرائیل و فلسطینی ها راه حل دو کشوری است، اما مانند ایالات متحده معتقد است که این هدف تنها از طریق گفتگو میتواند محقق شود. شارل میشل، رئیس شورای اروپا که طرفدارای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به شمار میرود، در گفتگوی اختصاصی با یورونیوز خواستار اتخاذ رویکردی هماهنگ میان اتحادیه اروپا و کشورهای سالس برای برداشت شنه گام‌های ملموس در این زمینه شد. دفتر محسن رضایی اعلام کرد که وی در زمان حاضر مشغول رایزنی و ایجاد وحدت بین نامزدهای احتمالی جبهه انقلاب است و تاکنون هیچ اظهار نظری مبنی بر حضور یا عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری نداشته است. دفتر محسن رضایی در واکنش به گزارش‌های مبنی بر حضور یا عدم حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری گفته ایشان تاکنون هیچ اظهار نظری در این رابطه نداشتند و در زمان حاضر مشغول رایزنی و ایجاد وحدت بین نامزدهای احتمالی جبهه انقلاب هستند. در این پیام آمده است که در صورتی که ایشان به تصمیمی برسند به صورت رسمی اعلان خواهد شد. محمود واعظی با اشاره به دیدار اخیرش با علی لاریجانی گفته که آقای لاریجانی در حال ارزیابی و بررسی شرایط هستند. در صورتی که شرایط مساعد باشد کاندیدا خواهند شد. واعظی همچنین گفت آقای لاریجانی از گذشته برای مدیریت کشور برنامه داشتند و اخیراً هم که در سمت مشاور مقام معظم رهبری بودند شرایط کشور را بررسی کردند و به نظرم برای مدیریت دولت برنامه دارند. محمد علی انصاری از نزدیکان حجت الاسلام حسن خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی، گفت که آقای خمینی تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات ندارد. انتخابات زود هنگام 14 دوره ریاست جمهوری در پی شهادت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور سابق، روز جمعه 8 تیر ماه برگزار می شود و کاندیداها از روز پنجشنبه 10 خرداد به مدت 5 روز فرصت ثبت نام دارند. سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در تماس تلفنی با علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، حادثه تلخ و اسفناک شهادت رئیس جمهور فقید و هیئت همراه را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. شویگو در این گفتگوی تلفنی بر تداوم همکاری‌های سطح بالای دو کشور در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. احمدیان نیز از تسلیت و همدردی همتای روس سپاسگزاری کرد و همچنین با آرزوی موفقیت برای ایشان در سمت جدید اعلام آمادگی نمود تا دو شورای امنیت ملی بتوانند اهداف رهبران دو کشور را در ارتقای بیش از پیش روابط محقق سازد. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین از همتای روس برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.